افشای مدارک ویکیلیکس و جنایت‌های فاش شده دلیلی هستند که زنان مقاومت در اشرف رو بیش از پیش مشمول قطعنامه 1325 سازمان ملل می‌کنه. البته مقاومت ایران طی 7 سال گذشته بیش از 4300 فقره اطلاعات مشخص در مورد دخالت‌های رژیم در عراق رو افشا کرده بود و در مورد ساکنان اشرف و به طور خاص حفاظت از زنان اشرف هشدار داده بود. به طور مثال کمیته سرکوب مالکی یکی دیگه از سندهای جنایت‌ها و دخالت‌های رژیم در عراق و شخص مالکیه. جنایت فجیع 6-7 مرداد در سال گذشته که منجر به شهادت 11 نفر شد، تهدید و بی‌حرمتی به زنان اشرف، محاصره ضد انسانی 2 ساله اشرف و شکنجه روانی 9 ماهه ساکنان اون با 114 بلندگو، نمونه هایی از جنایت های رژیم و مالکی و نقض کنوانسیون های ژنو علیه ساکنان اشرف و زنان مقاومت. نقض حقوق ساکنان اشرف که طبق کنوانسیون 4 ژنو و بنا به توافقنامه و امضای تک تک ساکنان اشرف با دولت آمریکا جزء افراد حفاظت شده محسوب میشن، اجرا و التزام به قطعنامه 1325 رو از طرف سازمان ملل و دولت آمریکا برای 1000 زن ساکن در اشرف ضروری میکنه. اما زنان اشرف از یک پشتوانه خواهری جهانی قوی برخوردار هستند. گروه همبستگی پارلمان اروپا با زنان برای یک ایران آزاد یکی از گروه‌های حامی و قوی زنان اشرف. این گروه به دنبال برگزاری اجلاسی در پارلمان اروپا با صدور بیانیه‌ای جنایت‌های سیستماتیک دیکتاتوری آخوندی علیه زنان ایران و توطئه‌های خامنه‌ای مالکی علیه مجاهدان اشرف به ویژه علیه زنان را محکوم کرد و با اشاره به اسناد ویکی‌لیکس خواستار محاکمه مسببان این جنایت‌ها از جمله احمدی نژاد، خامنه‌ای و نوری المالکی در دادگاه‌های بین‌المللی شد. همچنین از کمیته‌های پارلمانی ایران آزاد در کشورهای ایتالیا، کانادا و کشور سوئد و انجمن‌های زنان در کشورهای مختلف مثل انجمن زنان در فرانسه و یا در انگلستان که حامیان پرقدرت زنان اشرف هستند باید یاد کرد.